پارلمان یونان 2 ماه زودتر از موعد مقرر برای تعیین رئیس جمهوری جدید آماده شد. این رأی گیری که در 3 نوبت در پارلمان صورت می گیرد احتمال برپایی انتخابات زود هنگام سراسری را افزایش داده است. در صورت ناتوانی استاوروس دیماس، نامزد مورد حمایت دولت و کمیسیونر پیشین اتحادیه اروپا در امور محیط زیست، در کسب حد نصاب آرای پارلمانی، پارلمان منحل و انتخابات سراسری برگزار می شود. ائتلاف حامی دولت در این پارلمان 155 کرسی را در اختیار دارد. نخست وزیر اکنون این انتخابات ریاست جمهوری را برپا می کند تا در انتخابات سراسری بگوید به من رأی دهید که می توانم توافق با کشورهای وام دهنده را نهایی کنم یا به حزب سریزا و بگذارید پاسخ دهند که می خواهند چه کنند. در رأی گیری نهایی روز 29 دسامبر استاوروس دیماس نامزد حامی دولت به 180 رأی از سوی نمایندگان نیاز دارد. خبرنگار یورونیوز گزارش می‌دهد تصمیم نخست وزیر یونان طلب مبارزه با نمایندگان مستقل است و احزاب کوچک را نیز در پارلمان با مشکل مواجه کرده. آنان مجبورند که یا حامی ائتلاف طرفدار کمک‌های خارجی باشند یا کرسی‌های خود را در انتخابات سراسری زودهنگام از دست بدهند.